سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و سلامت و سرحال باشید. از قدیم و ندیم گفتن العهد و وفا، این علم الرمل، العهد و وفا. همونطور که بهتون گفته بودم با آموزش علم رمل و رمل، در اصل رمل هست که رفت توی ابدیت شد رمل دیگه. و عرض بشم به خدمتتون، من قرار شد که ببخشید براتون کامل شرح بدم علم الرمل و جفر یا جفر و هزاران اسمی که براش داره آوردن، و لا بلاش هم چند تا تلس براتون بسازم. عزیزان من، علم الرمل میخوام یک هدیه گرانبها بهتون بدم. این جدول الان شاید اونهایی که زیاد الان نمیدونن علم الرمل چی هست و تو بحرش هنوز نرفتن و یادش نگرفتن، شاید براشون یه چیز ساده است، ولی وقتی یاد گرفتید و حرفه‌ای شدید میفهمید که این یک دور هست، یک جواهر هست، یک طلا هست که دارم بهتون هدیهش میکنم، ناقابلم هست. عزیزان من، چی کار باید بکنیم برای کسی که مثلا بیاد و بگه مثلا خانم من باردار نمیشه، یا پدر من از خونه رفت بیرون یک هفته نیستش، یا هر چیز دیگه. من الان نمیخوام بهتون بگم در بیاریم اینو، ولی کلا روششو میخوام بهتون بگم. میاید و قبلا قدیم خیلی قدیم با همون اصل رمل، میدونی چیه رمل یا همون رمل، همون ماسه است، ماسه بادی باش میزنن یا ماسه شسته یا هر طور ماسه ای، ولی رمل یعنی ماسه است به عربی. قبلا با رمل درست میکردن، یکم پیش رفته تر شدن با تخت درست کردن دیگه، یا با مثلا اونی که تلسمی نویسه و ساحر هست یا دعا نویس یا هر چیزی که اسمش بخواید بذارید، میاد نزدش اون شخص و اونم پیشرفته تر شد دیگه، یا لوبیا میگیره دستش، تختم چهار تا تقریبا بازر مزخرف، چهار تا گودال داره دیگه، یه مشت نخود یا یه مشت لوبیا برمیداشت مینداخت داخل اون تخت و خانه ها پر می شدن و بر اساس اونها انجام می دادن. الان رفتیم تو تکنولوژی دیگه، رفتیم توی کاغذ و قلم. عرض بشم به خدمتتون، اینجا رو می بینید؟ آره، دقیقا اینجا دید. سابسکرایب می کنید، برام لایک بذارید اگر خوشتون اومد از ویدیو، کامنت بگذارید اگر پیشنهادی چیزی دارید برام بگذارید، خوشحال میشم. و به امید اون روزی که تک تک شماهایی که میخواید به جایی برسید توی این علم، تک تکتون رو صدا بزنم استاد. و اگر یک روز شدید استاد، من به خودم افتخار میکنم، چون از قدیم گفتن استاد است که استادی بهتر از خود بسازد. اینه، استاد است که استادی از خود بهتر بسازد. پس میخوام از خود بهتر بسازم و من هیچی نیستم، من کوچیکتون هستم. از نظر من این که میگم غنیمته، الان میریم جلوتر و تقریبا یه چیزایی میفهمید ازش. ببینید اینا رو جوری چیده شدن، نگاه کنید، جوری چیده شده که وقتی با هم دیگه ضربشون کنیم این در میاد و این دقیقا این و این قرینه هم دیگن، اینها قرینه هم دیگن. به این خط میگن خط زناتی. یکم پراکنده شد آموزشمون. این قاعده را که از قدیما بلد بودیم، توی درس خوندن یادمون دادن تو ریاضیات، که منفی در مثبت منفی میشه، منفی در منفی مثبت، مثبت در مثبت مثبت. این باید حفظش کنید، اگر حفظش نکردید الان حفظش کنید و یادداشت کنید اینا رو. اینم یادداشت کنید، اگر حفظش میکنید هم حفظ کردید. ببین عزیزان من، این جدول
جوری چیده شده این تخت، در از تخت اسمشه، جوری چیده شده که وقتی در هم دیگه ضربشون میکنی این در میاد و این دقیقا این قرینه اینه. بعد از خط ببینید اینجا 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 و تا به اینجا قرینه است. چیکار میکنیم؟ میایم وقتی میخوایم برای کسی که گفتیم گفت پدرم باردار نمیشه یا گفت پدرم از خونه زده بیرون، میایم براش اولین بار دیگه الان دیگه با پیشرفت، قبلا بهتون گفتم نخود میندازن، الان دیگه نخود نمیندازن، الان دیگه میان و بدون این که به شما اند نیت خودشو میکنه اون شخص و چیزهایی که توی جلسه قبلی بهتون گفتم باید انجام بدید، نیت خودش که کرد بهت میگم نیتش چیه. شما میای به این شکل تعداد خطوطی صفرهای نقطه‌ای رو میذارید بدون این که بشمارید، نباید بشمارید، نباید بدونید چقدر هست. و یه قانونی هست حالا قدیمی ها هر کدوم یه شکل دیگه دارد ولی در اصل ریاضیات همونه. این علم از ریاضیات و فیزیک و علوم و تجربی و از همه چی تشکیل شده. مثلا قبلا میگم قبلا مثلا هر کسی الان من مثلا میخوایم بگیم 12 ضرب در 48 بهش بگی 12 ضرب در 48 من بودم چی کار میکردم؟ میگفتم 1.48 1.480 کنار میذاشتم. 2 تا 48 چقدر میشن؟ 50 6 تشکم کم کنی 96 480 و 96 500 حالا دیگه تو این مایه در میاد این 100 480 و 500 6 تشکم کنید 400 576 جوابش این در میاد بدون اینکه ضرب کنیم دیگه در آوردیم. میبینی یکی اینجوری در میاره، یکی میاد نه اینو نصف میکنه، 12 رو نصف میکنه میگه این نصفه، نصفش میکنه، بعد این عدد ضرب در این میکنه، ضرب در این میکنه مثلا اینجوری 6 8 48 4 میاد بالا، 6 4 24 درسته، 25 26 27 28 28 و 28 رو دو برابر میکنه بازم میشه 576. یکی میبینی یه جور دیگه میچینه، یکی میبینی هر کسی یه جور دیگه میچینه ولی در نهایت جواب همون در میاد. حالا اینها هر کدوم یه طرحی در خودش داره، این یکی طولانی میکشه این ولی جواب یکی هست، جواب یکی هست و میایید میزنید میکشید دو نقطه ها رو تا بلندتر بشه. بعضیا مثلا میگن اینجوری باید قوس ماند مثل شاخ بشه. حالا ما خود فکر رو خود قانونش رو بذار بهتون بگم که بدونید چیه. وقتی اینا رو زدید بدونید که بدونید چند تاست، میایید اینجا اینا رو به هم دیگه وصل میکنید، وصل 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 وصل. اگر نقطه آخر مون تنها منفی میشه، فرد میشه، یه دونه نقطه میذارید. ولی اگر چیزی نموند یعنی زوج و خط میکشید، اینجا خط میکشید، ببینید چیزی اضافه نموند میاد پایین. آها یه نقطه اضافه اومد این شکل. نقطه اضافه اومد نقطه به این شکل در اومد. شما 16 تا خط میکشید، یعنی 3 تا دیگر مثل این که اینها به دست بیان. حالا ما نمیخوایم، ما مثلا میگیم اینها یه چند تا بهشون اضافه کنیم که میگیم یعنی یه بار دیگه کشیدیم. خب میاد این و اینجا فرد میفته، اینجا چی افتاد؟ اینا و با اینا میشه زوج، این نقطه است، این میشه فرد، این میشه فرد و این میشه زوج. این شکل در اومد.
ما اصلا مثلا میگیم آها آه یه دو نقطه به اینا اضافه میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. این نشد، این شد. پس منفی مثبت مثبت و منفی منفی، درست؟ یا یکی دیگه، یک بار دیگه، خب عجب سکوتی. همشون مثبت شدن، مثبت 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 مثبت، درست؟ مثبت شد، درسته؟ این جدول چطور به دست اومد؟ این جدول رو میخوایم در بیاریم. وقتی اینها در اومدن، کجا رفت؟ اینها، وقتی اینها در اومدن، شما چهار تا این شکلی دارید، چهار تا این شکلی دارید. میایید چیکار میکنید؟ میایید یک بار دیگر مثل همین کاری که انجام دادم، یعنی 16 تا مثل این، این 16 تا خط میکشید و یک شکل هندسی دیگه به دست میارید. مثلا ما میگیم الان خیلی وقت میبره، ویدیو 60 دقیقه میشه. مثلا ما میگیم این شکل در اومد، این شکل در اومد، درست؟ میاد چی کار میکنه؟ کسی که براتون میخواد انجام بده، میاد اینو در این ضرب میکنه، اینو در این. گفتم اول در پنجم، دوم در ششم، این اول، این پنجم. مثبت در مثبت، مثبت. منفی در منفی، مثبت. منفی در منفی، مثبت. منفی در مثبت، اشتباه گفتم. منفی در منفی، منفی در منفی، اینا دو تاشون مثبتن، ببخشید حواسم خیلی یه جاده گرفت. منفی در مثبت، منفی. این شکل هندسی در اومد، هندسی البته از نظر ریاضیات. میاد پایین، اینو با این شد ششمی با دومی، اینو با این، منفی مثبت مثبت مثبت، منفی مثبت مثبت مثبت، درست برعکس اون در اومد. این منفی 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 مثبت، منفی 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 مثبت، اوکی. این آخری منفی منفی مثبت منفی مثبت، منفی مثبت منفی مثبت، به این شکل در اومد، درسته؟ و از اینها، و از این بذار سریع سریع انجام بدم براتون. منفی دو تا مثبت، یه منفی دو تا مثبت، یه منفی دو تا مثبت و یه دونه منفی، این شکل. از اینجا چی در میاد؟ مثبت منفی مثبت مثبت، مثبت منفی مثبت مثبت، این شکل در میاد. و از ضرب اینها منفی 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 و منفی، این منفیه، این منفی میاد اینجا، سومی مثبت، پایینی منفیه، به این شکل در میاد. این میزان ماست. ویدیو طولانی شد، بذار نگاه کنم، خیلی طولانی شد. این میزان اشکال نداره، داریم آموزش میدیم دیگه، باید یاد بگیریم. یک بار برای همیشه است. وقت تمام فدای سرتون. اینا رو، این میزان، این در قسمت بعدی و قسمت های بعدی بهتون میگم چه اتفاقی میفته. دارم بهتون میگم چطور به دست میارید این خطوط و این خطوط. الان هممون فهمیدیم که چطور اینها به دست میان و میمونه این که بذار بهتون بگم و پایان بدم ویدیو رو. عزیزان من، در اصل رمل به 16 تا طبقه و 16 تا جزء و 16 تا پارت تقسیم میشه. اینجا این 15 تا است.
که به این میگن میزان، میزان اون اینجا، اینجا این میزانمونه، اینجا میگن میزان. و اینجا الان کار نداریم به 16 همی، بعدا بهتون خواهم گفت که جریان 16 همی چیه. و اینها رو باید یادداشت کنید شما. هر کدوم هم یه کاری داره، هر کدوم هم یه چیزی داره. مثلا این اگه هفته الحمرا، این مال فراش و ازدواج و نساء هست، یا این عتبه خارجه، این مال بیماری و غم و طلاق و فلاکت و مال اینجور چیز هست. مثلا این الحیات الاحیان، مال زندگی و راحتی و عشق و حال و اینجور چیز هست. و پایین ترش مال اخوان و اخواته، اینجوریش، این شکله، به این شکله. شما اینو یادداشت کنید، فکر کنم واضحه، نگاش کنم یه لحظه. آره واضحه، برام براتون یه دور بخونمش. جودله الحیات یا الاحیان، عتبه داخله، بیاض نقی، عتبه خارجه حمرا، انکیس نصر خارجه، عقله اجتماع نصر داخله، طریق قبض خارج، جماعه قبض داخل. دوستتون دارم خیلی خیلی زیاد، اینقدر تو دوربین جا نمیگیره. ببین تو دوربین جا نمیگیره اینقدر دوستتون دارم. فعلا خدافظ تا دیداری دوباره.